سارنوال میرجان با شبکه حقانی پیوست. پنجشیری ها احتیاط کنید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، سارنوال میرجان با شبکه حقانی پیوست. پنجشیری ها احتیاط کنید. گزارشنامه افغانستان اطلاع می دهد که سارنوال میرجان در گروه عملیاتی شبکه حقانی در پنجشیر فعالانه کار می کند. موصوف از دست پروره های حاجی عبدالواحد مالک شهرک آریا است. حاجی عبدالواحد برادر سارنوال محمود دقیق است که از نام جهاد و مقاومت استفاده جویی های بسیار کردند و آخر کار به احمد مسعود و مقاومتچی های جوان خیانت کرده و همه را از عقب خنجر زدند و آن تنهایشان همیشه به سوی شبکه حقانی فعال است تا متای دنیای خود را نجات دهند. میرجان پسوند صفتی سارنوال یا تاجستان را با نام خود بخیه زده، اما آدم بی سوادی است که سالها در معاونیت ارتباط خارجه وزارت دفاع لمیده بود و با همه فساد پیشه ها از جمله فهیم بسم الله و عبدالله چاپلوسی و زبان مشترک داشت. بیشتر در ارتباط خارجه که میشن کاری میکرد. یک خانه در شهرپور، یکی در لب جر، یکی وزیر اکبر خان، یکی در سر کوتر و یک خانه هم در قسمت کوی خنج ساخته شده است. این همه بنا بدون فساد و خیانت چگونه ممکن است؟ حکمت در خیانت نام برده از همینجا قابل رؤیت است. اکنون در خانه دکتر عبدالله، مرکز جاسوسان پنجشیری برای شبکه حقانی همانند دیگر همکاران دشمن مرکز گرفته و یک پایش به کابل است، پای دیگرش به پنجشیر. قربانی ها و ضربه پذیری مردم را به هیچ گرفته و به خرج شبکه حقانی افراد مختلف ایران نزد واحدهای مقاومت اعزام می کند و آنان را به انواع حیله و وعده های فریبکارانه تشویق به پیوستن به دشمن می کند. جاسوس در فرهنگ مقاومت قابل بخشایش نیست. مقاومتی ها مطلع باشند که اکثر کسانی که در روزهای اول فریب گماشتگان دشمن را خوردند، بلافاصله از سوی طالبان تیرباران شدند. به ارگان های مخفی مقاومت یادآوری میکنیم که حتی امکان این شخص را دستگیر یا در مسیر را شکار کنند و از وای اعتراف بگیرند که چه تعداد خیانتکار دیگر در شبکه وی شاملند. روزهای دشواری مقاومت و نبرد نابرابر با دشمن درگذر است و روسیایی ها به این خائنان باقی میماند. مقاومتچی ها لطفا این خبر را همه رسانی کنید. در عین حال گسترش فقر اقتصادی، زندگی باشندگان مناطق مرکزی در خطر است. باشندگان مناطق مرکزی کشور از احتمال وقوع فاجعه انسانی ناشی از فقر اقتصادی و گرسنگی در زمستان پیش رو اظهار نگرانی می کنند. حدود 85% باشندگان ولایت های مرکزی کشور از طریق کشاورزی و مالداری مصارف زندگی خود را تأمین می کنند. اما امسال با توجه به خشکسالی کشاورزان در این بخش های کشور نه تنها حاصل خوبی برداشت نکرده بلکه متضرر هم شده اند. آنان از نهادهای امداد رسانی و جامعه جهانی میخواهند که به مردم فقیر و بی‌بضاعت کمک و از یک فاجعه احتمال ناشی از گرسنگی و سرما در زمستان پیش رو جلوگیری کنند. افزون بر این، تحولات اخیر در کشور نیز سبب بلند رفتن نرخ بیکاری و افزایش بهای کالا به ویژه مواد خوراکی و سوخت در بازارها شده است. در حال حاضر نظر به معلومات باشندگان ولایت های بامیان، دایکندی، ولسوال لعل و سرانجنگل، ولایت غور، بسیار از مردم توان خرید مواد اولیه را ندارند. نصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه مرکز بامیان، هفته گذشته در نشستی گفته بود که طالبان مسئولیت دارند به وضعیت اقتصادی مردم این ولایت توجه داشته باشند. به گفته واعظی، اقتصاد مردم بسیار پایین آمده و اگر به این روند توجه نشود، امکان دارد بسیاری از مردم از سر ناگزیری دست به کوش بزنند. نظر به معلومات رئیس شورای علمای شیعه مرکز بامیان، این ولایت در زمستان پیش رو در محاصره کامل اقتصادی قرار می گیرد. او تصریح کرد که اگر چاره در این باره سنجیده نشود، امکان دارد حتی مردم جانهای خود را از دست بدهند. به قول واعظی، این مسئله جدی است و طالبان و نهادهای امدادرسان باید برای نجات مردم از چنگ مرگ و مهاجرت دست به کار شوند. عبدالدانشیار از فعالان مدنی بامیان به روزنامه 8 صبح گفت که اوضاع اقتصادی مردم به شدت نگران کننده است و از سوی دیگر به دلیل غیر فعال شدن اکثر رسانه ها وضعیت مردم همان طوری که هست گزارش نمی شود. این فعال مدنی
افزود که تاثیرات فقر از حالا در میان مردم بامیان قابل مشاهده است. او از ازدواج های زیر سن و خشونت های خانوادگی ناشی از فقر و تنگدستی یاد کرد که نظر به گذشته افزایش را نشان می دهد. دانشیار گفت که از حالا هوا در بامیان سرد شده و مردم توان تامین مواد سوخت و گرم کردن خانه هایشان را ندارند. طبق معلومات این فعال مدنی، در صورتی که به مردم کمک صورت نگیرد، وقوع فاجعه انسانی در مناطق مرکزی حتمی است. به گونه مثال در حال حاضر 1 کیلو گاز در بامیان به 100 افغانی و همینطور 1 پیپ روغن 16 لیتر به 2500 افغانی فروخته می شود. کبرا موسوی باشنده بامیان می گوید که مردم این ولایت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. به گفته او امسال به دلیل خشکسالی مردم از کشت و زراعتشان حاصل خوبی برداشت نکردند. این باشنده بامیان نیز تایید می کند که بسیاری از مردم توان خرید مواد اولیه به ویژه سوخت زمستان را ندارند. کبرا می گوید که هوای بامیان روز به روز در حال سرد شدن است و مردم هنوز نتوانستند زغال سنگ و سایر مواد سوختی را تهیه کنند. بامیان یکی از ولایت های بشده از سردسیر و برفگیر در مرکز کشور است. همه سال از نیمه ماه عقرب تا ماه حمل سال بعد حدود 5 ماه هوا در این ولایت سرد می شود و در بسیاری از بخش های بامیان دمای هوا تا 30 درجه زیر صفر هم می رسد. اقلیم سایر ولایت های مرکزی نیز همانند بامیان است. رضا لالی از روزنامه نگاران اهل دایکندی در گفتگو با روزنامه 8 صبح وضعیت را در مناطق مرکزی فاجعه بار توصیف می کند. لالی می گوید که ولایت های بامیان و دایکندی در آستانه یک فاجعه هولناک اقتصادی قرار دارند و فقر حیات جمعی مردم را تهدید می کند. به گفته او خشکسالی سبب شده که مردم داشته های اندک اقتصادیشان را نیز مصرف کنند. اقتصاد باشندگان مناطق مرکزی بر پایه زراعت بسیار ابتدایی و مالداری استوار است. امسال به دلیل خشکسالی مردم هر دو درآمد خود را از دست دادند. مالداری و زراعت هیچ کدام نتیجه مطلوبی نداشته است. لالی میگوید که پس از روی کار آمدن طالبان، فقر در مناطق مرکزی به شکل وحشتناک گسترش یافته است. به همین طور لالی می افزاید که با فروپاشی حکومت پیشین، بیکاری مثل یک موج عمل کرده و زندگی بخشی از مردم که بر پایه معاش معلم، سرباز و کارمند استوار بود با چالش روبرو شد و پیدا کردن نان شب و روز برای آنها مشکل شده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یارو نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.